سي بودكتور ما خانم رولوغاني هذيك با مو وقت دادین نخست اگر بگوین شما اخیرا سفر داشتین به کشور ژاپن و گفتگوهای داشتین با خانم ها با مسئولین مختلف دستاورد هایتان از این سفر در بر زنای افغان چی بود و روی چی موضوعات صحبت کردین در اونجا بله فعلا توکیو رفته بودیم اونجا یک کنفرانس کلان بود که به نام World Assembly for Women و که خود حکومت ژاپن و خود صدر اعظم در بینش بسیار علاقمند بود و اشتراک کرد و خانمش هم بود آدم خوش میشه که ببینه که در یک چند کشور در دنیا اهمیت خانم میفهمن و ارزش می ده. خانم غنی چی مشکلات عمده است در افغانستان که به نظر شما که مانع تحصیل دخترای جوان و همچنان کار زنان در اجتماع میشه و چی کارهایی باید در عرصه صورت بگیره منابع متاسفانه زیاد هستن خاصتا در ولایات مکتب ها خانمای معلم بسیار کم دارن و چندین فامیل هیچ خوش ندارن که دخترشون بره در مکتب اگر معلم مرد می باشه یکی دیگر از فرهنگشون اونا فکر میکنن که وقتی که دختر نوجوان میشه او خوب نیست که از خانه ببره یک مانع دیگر است که البته مکتب بسیار دور می باشه از خاطر که در ولایت البته یک مکتب برای چند تا کاریاجات می باشه و تا که شاگرد برسه به مکتب البته یک ساعت را است اونا نمی مانند که دختره برای بسیار دور چیز یک مانع دیگر است که دینامی سن دختره نوجوان چی کار دارن برای رفع ضرورت باید که یک جای داشته باشند در مکتب و متاسفانه مکتب های ما برای ازی چیز نداره جای نداره برای ازی بله پس در افغانستان که شما از مشکلات یاد کردین در راه کار و تحصیل خانم ها حکومت باید چی بکنه؟ من حیث یک زن خواست شما از حکومت چیست؟ حکومت ولی حکومت زیاد چیز باید کنه و فکر میکنم که کوشش میکنه که این چیز شوه منتها این سوال البته خوبتر است که از وزیر امور زنان پرسان کنین که او میفهمه که چی ضرورت است و چی امکانیت است اما به نظر شما من حیث یک زن افغان او حتما باید که امکانیت خدمات تعلیم تربیت، خدمات صحی، خدمات عدلی که قانون چطور قانون تطبیق میشه و چطور اگر آدم یک مشکل قانونی داره چطور به محکمه بره ای کلی از این خدمات باید بسیار به آسانی به خانوما پیش باشد خانم غنی به نظرتان کارهایی که در چند سال گذشته بر زنها صورت گرفته شما من ایسی یک زن برای چگونه ارزیابی میکنین و به خصوص از حکومت وحدت ملی را در یک سال گذشته من فکر میکنم که حکومت ملی یک چند چیز کرده که خانوما بسیار پشت از این مطلب داشتن که مثلا علی فعلا چهار خانم داریم که وزیر هستن و اونا در کار مصروف هستن و دینامی چند ما که اونا وزیر بودن چند این چیز انجام دادن اما امکانیت که یک خانم قاضی شود در ستر محکمه این امکانیت بسیار بسیار ممکن است اولین کاندید که اومد تانا فکر میکنم شش رای از پارلمان کم شده بود که شوا البته کاندید دوم که حتما میایه اونا البته رای بگیره و که با چیز با سر محکمات شوا هم میبینین در دوره حکومت یک خانم خواهد بود که به بله. میشه به شورا بله بله بله
نی است اس و میشا اتور است که خانوما زیاد شدن در دواری حکومت و یک تلاش است که اونا در جایای مناسب باشن نه تنها در منصب بسیار کم زور باشن. نی فکر میکنم که چندین چیز خوب شدن برای خانوما. هم میبینیم که خانوما زیاد در تلویزیون هستن، بحث میکنن، صدایشون بلند میکنن. اینطور فکر میکنم که البته یک کمی شجاعت پیدا کردن که امی کار که میخوان که شوا اونا پشت از این کار میرن. تشکر بسیار زیاد خانم رانی، لطف کردیم. تشکر، سلامت باشیم.